سلام، برنامه لایف خانم دکتر فوجن زینی، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوبمون رو داریم. آقای دکتر ایرج شمسیان، چهره آشنا، دلسوز، مهربان و همراه خانواده ها رو داریم. منم که خب زهرا سروش. امروز میخواستم لباسم اتو کنم برای جلوی دوربین، بعد از این اتو بخارا گرفتم که سری کار انجام میده، بعد جلوش اتو زدم، گفتم پشتش دیگه نمیخواد، دیده نمیشه که منو که نمیبینن، بلش کن. میخواستم موامو درست کنم، گفتم بلش کن، پشت موامو که کسی نمیبینه. من همجوری با خودم گفتم آهان، راجب دیده شدن حرف بزنیم امروز تو برنامه ما. خیلی همون به خاطر که دیده نمیشیم مسائل روانشناسی پیدا میکنیم، مراجعه میکنیم به این عزیزان، و به خصوص در موردی که امروز میخوایم صحبت کنیم و از حضور و وجود این دوتا عزیز استفاده بکنیم، راجع به عزیزانی که درگیر و دوچار مسائلی هستند که بعضی وقتا ما چقدر بیتفاوت شده بودیم تو جامعه. چهره هاشون، چشمای قشنگشون، رفتارشون همه رو میدیدیم، ولی بیتفاوت از کنارشون میگذشتیم، تا اینکه این ویروس اومد هممون رو زندانی کرد، یه چهره دیگه از خودمون نشون دادیم، یعنی بیشتر خودمون شدیم، اون قالبامون یه ذره کمتر شده. بابام در حال پرگویی نکنم، بریم به سراغ خانم دکتر عزیزم. خانم دکتر فوجن زینی عزیز، با سلام به شما خانم سروش، جناب دکتر شمسیان، که دلم بر هر دوتون تنگ شده، خیلی وقت هر دوتون ندیدم، و بینندگان عزیزی که داریم. این صحبتی که میفرمایید که دیده شدن چقدر مهمه، واقعا یعنی اولین قدمیه که برای ماها که وقتی که طفل هستیم و دوست داریم که توی چشم مادرمون، چشم پدرمون دیده بشی، و وجود خودمون رو در حقیقت از اونجا پیدا میکنیم که چجوری داریم توی انعکاس وجود خودمون رو در چشم اونها میبینیم، و این احتیاج تا زمانی که بزرگ میشیم در هر شرایطی وجود داره برای ما به عنوان انسانها. یعنی اگر دیده نشیم، انعکاسی از اونجا نباشه، مسائل روانیمون خیلی خیلی زیاد میشه. قسمت دیگه ای رو که دوست دارم، چون دکتر شمسیان هم اینجا هستن، با هم صحبت بکنیم، اینه که تو این موقعیتی رو که اشخاص توی خونه هاشون هستن به دلایل مختلف، یعنی با مراجعینی صحبت میکنم که جوون هستن، از دانشگاه میرفتن یا مثلا کاراشون از دست دادن، و اون برهه زمانی کارشون این بوده که با هم پارتی بکنن، در نتیجه مشروب زیاد میخوردن، مواد مخدر مختلف استفاده میکردن، و الان چون مسئولیت و کار دیگه وجود نداره، یه فضای شده که از صبح و ظهر و شب فقط این تجربه رو دارن. و اینی که بعد از اینی که شما یک ماه دو ماه مکررن این کار رو انجام دادی، حالا چجوری باید دوباره برگردی توی زندگی عادی، و آیا حتی مثلا کسانی هستن که از یک مرز استفاده کردن دیگه اون مرز رو گذروندن، حالا چون هر روز دارن استفاده میکنن به مقدار زیاد و دارن میرن توی زمان اعتیادشون، یعنی از استفاده تبدیل شد به اعتیاد، و بعد کسانی که از نظر تشویش و استرابشون خیلی خیلی بالا میره، و بعد اول شروع میکنن با مواد مخدر مثل ماریجوانا استفاده کردن تو خودشون آروم کنن، و یا الکل استفاده کردن. و جالبه که مثلا بعضی از خانواده‌ها که باشون صحبت میکردم، میگفتن حالا دیگه اصلا عادی شده که ما دیگه از ساعت 3 بعد از ظهر هر کدوممون میریم توی اتاقی کار میکنیم، 3 بعد از ظهر کارو تموم میکنیم، دیگه میشینیم مثلا با شوهرم با زنم دیگه از 3 مشروب پای رو شروع میکنیم تا بخوابیم و فردا صبحم، و یه لذتی میبردن که این مثلا یه ریچوال جدیدی شده که الان دارن این اتفاق میفته، و میبینیم این مقدار استفاده خیلی خیلی زیاد شده، و خب یک نگرانی هم به وجود میاد که تو چند هفته دیگه که انشالله درها باز بشه و مسئولیت های عادی زندگی دوباره برمیگرده، چه اتفاقی خواهد افتاد. من فکر میکنم یه ذره سخت باشه، یه ذره این همینطور که سخت بود وقتی رفتیم تو یه دورانی که بسته بود، برگشتنش هم سخت، بعضی وقتا ممکنه سخت‌تر باشه، چون ما میدونستیم کی هستیم، داریم میریم توی این قرنطینه، وقتی داریم میایم بیرون زیاد نمیدونیم کی هستیم، برای اینکه رومون اثر گذاشته، تغییر کردیم، و این تغییرات رو باید حواسمون باشه. یکی از چیزهایی که به نظر من میرسه میخوام بگم، اگه سخت شده، اگه تحمل زندگی با یک کسی، اگه مشروب زیاد میخوریم یا هر کسی،
تصمیم های مهم نگیرین، اجازه بدین یه ذره وقت لازم دارین، اجازه بدین یه کمی این بار سنگینی که اضافه شده سبکتر بشه. توی این موقعیت در موقعیت های استثنایی و کوتاه مدت تصمیم های دراز مدت نگیرین، چون اون چیزی که من میبینم و میشناسم، خب خیلی ها یه مقداری به هم ریختن، کسانی که یه کمی حالت افسردگی داشتن شدیدتر شده، استراب ها بالاتر رفته، کسانی که یه ذره مشروب میخوردن بیشتر میخورن، مصرف ماریجوانا یعنی مراکز فروش ماریجوانا چون نسسیتی بوده باز مونده و خب مصرف ماریجوانا بالا رفته، مصرف مواد مخدر بالا رفته و خب من امیدوارم که به اینها بشه یه برخورد درستی کرد، چون اگه حالتون خیلی خوب نیست، هیچ کی زیاد حالش خوب نیست، هممون هستیم، اب نداره، دستمون رو دست هم میدیم، کمک میگیریم، راجبش حرف میزنیم و حالمون حتما بهتر میشه. درسته خانم دکتر، من یه تصویری رو دیدم که زندانیا رو داشتن میبردن توی یه هوای بارونی از یک جا به مکان دیگه، بعد یه زندانی رو نشون میداد که دستش رو بیرون کرده بود از پنجره بین میله های اون ماشین چند طبقه که بارون رو حس کنه، یعنی فقط لمس کنه وجود بارون رو. بعد یاد هممون افتادم که تو قرنطینه هستیم، اما باز هم هنوز نعمتایی هست، باز هم هنوز چیزایی هست که میتونه غیر از این مسائل آدم رو خوشحال کنه. در خدمت هست. میتونه که تو این فضا هر چیزی رو آدم میتونه نگاه بکنه و اون حالت قدردانی رو داشته باشه، همون که اگه کسانی هستن که در کنار فرزندانشون هستن، که مدت طولانی با یکی داشتم صحبت میکردم، میگفتش که برای اولین بار میگفت بچه های من 5 ساله و 6 ساله و تو تمام این 5 ساله و 6 ساله منو ندیدن، من فقط مقداری که کار میکردم یه ماچی میبندم بهشون میکردم قبل از اینکه بخوابن، و قسمت مثلا شنبه و یک شنبه هم 1 ساعت 2 ساعت من ممکن بود میتونستم با اینا بازی بکنم. و میگفت بچه های خودم رو نه تنها نمیشناختم، بلکه میگفتم وای چقدر اینا سرصدا میکنن، یعنی مورد شلوغ کردن بودن برای من و یک موردی که من فقط احساس مسئولیت میکردم در مقابلشون. و میگفتش که تو این 6 هفته که من خونه بودم دوست دارم بچه هامو، واقعا کیف میکنم ازشون، برای اینکه زمانی که دارم باشون میگذرونم داره به من یاد میده که مثلا پدر بودن چقدر زیباست، و قبل از اون میدونستم زیباست ولی تجربه زیباییشو نکرده بودم، تجربه من بیشتر این بودش که حالا شروع میکنن اینها. به خاطر همین میبینیم که هر کسی این قسمتی از این فضا رو داره نگاه میکنه و میبینه که چقدر زیباست، و به قول دکتر شمسیان که میگفت از اون طرف قراره چجوری بره بیرون معلوم نیست. خیلی هستن من باشون صحبت میکنم میگن که ماها دیگه آخری داشت میخواستیم بیزنس رو ببندیم و دیگه نمیخواستیم کار بکنیم و میخواستم بازنشسته بشم، و میگفتم حالا که هنوز هست و حالا که هنوز جون دارم و بعد این فضا به گفت که اوکی الان دیگه وقتشه که بیزنس رو ببندم و دیگه باز نکنم، یا برم مثلا دیگه بازنشستگیمو بگیرم، کارایی بکنم که از اینجا به بعد دیگه برنگردم سر کار. و دقیقاً ممکنه کس دیگه ای ماها بشیم وقتی که داریم میریم جلو. قسمت بعدیش هم اینه که آیا کسی که قراره بشیم به نفع مخواهد بود و به ضرر مخواهد بود، یعنی اگر اینجا حضور نداشته باشیم که چه اعمالی رو داریم هر روز تکرار میکنیم، همون اعمال ما رو میتونه به جایی ببره که واقعا مضر باشه برای زندگیمون و نه منفعت. درسته آقای دکتر ایرج شمسیان عزیز، آیا این کشیده شدن به طرف حالا موادهای مختلف و مشروب و سیگار و اینا، آیا این قرنطینه و این وجود این مسائلی که برام پیش اومده، آیا اینا بهانه است یا اینکه واقعیته؟ یعنی ما آدما داریم بهانه میکنیم میریم سر چیزایی که دوست داشتیم یا حالا ببین همش میشه یک کمی این که ببین شما اگه بری یه مهمونی که خیلی خوبه همه هستن و داره بهت خوش میگذره، شاید این که بخوای حالا از حال عادی خارج بشی کمتر پیش بیاد یا اونقدر نیازی نباشه. اگه بری یه جایی که ببینی ناراحتی چیزی نیست که مشغول بشی، احتمالاً برای خودت بیشتر مشروب می‌ریزی یا چیز دیگری باشه استفاده می‌کنی که سر خودتو گرم بکنی. ما
آدم‌ها بیشتر متأسفانه با خودمون زیاد رابطه‌ای نداریم، تا ولمون می‌کنن تنها میشیم، حوصله‌مون سر میره. بنابراین حالا حتما که یه جور بهانه هم حساب میشه، ولی این کارو می‌کنیم برای اینکه حوصله خودمون رو نداریم، برای اینکه خودمون از خودمون دور شدیم، انقدر به چیزهای دیگه پرداختیم، انقدر هر چی، هر کسی خودش رو با چیزهای دیگه از صبح تا شب سرش گرمه که یادش میره منم وجود دارم، من خودم اگه کاری نباشه من با خودم میخوام چیکار بکنم. و این تا تنها میشه آدم و فشار میاد، اون وقت یه احتیاج داره، نیاز داره با یه چیزی خودش رو از اون حال عادی خارج کنه، یه چیزی استفاده کنه، حالا امروز هم بگذره، حالا فردا هم بگذره. اگه ما کسانی هستیم که در این مدت مصرف مشروب، مواد اینا زیاد شده، لااقل متوجه بشیم که من تحمل خودم رو نداشتم، من حوصله خودم رو نداشتم، من نمیتونستم خودم رو با خودم وقت بذارم، چه شکنجه ای بود، بنابراین باید سر خودم رو گرم میکردم. این یه واقعیت. برای اینی که ما نگاه بکنیم که اگر نمیتونم خودم رو تحمل بکنم، همونجور که دکتر میگفتن، نگاه کردن اینی که چی باعث میشه که نتونم خودم رو کنترل کنم، یعنی آیا دائم با خودم دعوا دارم، تشویش و استرابم خیلی بالاست، دارم منفیگرایی میکنم، منفیگرایی شاید دوران قدیمی رو دارم میندازم به دوران آینده و اونجوری تشویش و استراب میاد، یا اینی که تمام مدل هایی رو که به هر سال از کودکی، تروماها، سانحه ها، اتفاقایی که افتاده، حالا که وقت دارم داره دونه دونه بالا میاد، تأسف هایی که تو زندگی داشتم، به جاهایی که میخواستم برسم نرسیدم، همه اون غمایی که ممکنه که مثلا خودمون رو مشغول میکردیم و فرصتی نداشت که این صداها بلند شه، خب حالا صداها بلند میشه و بعد صدا خفه کن احتیاج داریم. الان اتفاقا موقعیت خوبیه که به اونها رسیدگی بشه و نگاهی بهش بشه، حتی جورنال کردن، ریختن بیرون، نشستن توش و اجازه دادن که حالا غمش رو داشته باشیم، گریهش رو بکنیم، خلاص بشیم ازش، رها بشیم. بعضی روانشناسا هستن که با اینترنت دارن کار میکنن، از اونها فرصت داریم کمک بگیریم، فرصت داریم کتاب بخونیم، یک عالمه کتابایی که سلف هلپ هست کمک میکنه بهمون، میتونیم بخونیم، اینها میتونه کمک بکنه. مدیتیشن هست الان آنلاین میتونن انجام بدن، یعنی به جایی که مثلا مشروب بخورن و خودشون آروم بکنن، میتونن اصلا یاد بگیرن الان 30 روز هر روز، ما وقت نداشتیم مثلا هر روز مدیتیت کنیم، الان وقت هستش که اپلیکیشن های مجانی هست که میتونن این کارو انجام بدن و راه های دیگه ای رو انتخاب بکنن برای آرامش پیدا کردن، برای هیل کردن و درمان پیدا کردن درونشون، تا اینی که دوباره فقط باز بیشتر خودشون رو صدمه بزنن و خفه کنن و بعد دیگه از اون طرف که بیرون میان حالا تازه برمیگردن و دنیا آماده است که اونها مسئول باشن و بدتر و بدتر شدن در حقیقت. در ادامه صحبت های خانم دکتر، آقای دکتر عزیز، دارم فکر میکنم که خب یه سری از زنجیرها و همین نشستن ها با خود بودن ها آدم کمش میکنه، اونایی که اضافی بوده و وجودش آنچنان هم مهم نبوده تو زندگی ما، بدون اونا هم میتونیم ادامه بدیم، ولی یه سریش خب جز واجباته، یعنی اکثر خانواده ها به خصوص پدران خانواده که مسئولیت دارن برای نیازهای اولیه، یه کمی این چیزا اذیت میکنه خانواده ها رو و به جای اینکه چاره ای بیندیشند برعکس خب به خودشون صدمه میزنن و به افکارشون و زندگیشون. بیشتر ماها اگه با خودمون صادق باشیم همیشه میگفتیم کاشکی یکی دو ماه من هیچ کاری نداشته باشم بکنم، یکی دو ماه برم مسافرت، یکی دو ماه سفری. به محض اینکه این یکی دو ماه شروع شد، ما اون خواسته ها و آرزوهامون یادمون رفت، رفتیم تو نگرانی چرا اینجوری شد، کی تموم میشه، این روزهای تموم میشه، دیر و زود بالاخره. بعدش که آدم نگاه میکنه ببینیم آیا ما از این دوران استفاده کردیم، دورانی که به اجبار یه سری کارها رو نتونستیم بکنیم و به اجبار وقت داشتیم برای خیلی از این کارها، آیا این کارها رو انجام دادیم یا همش نگران بودیم که چی میشه، چه اتفاقی میفته، کی تموم میشه اون چیزی که، و از این درس بگیریم که کاری که ما با این دو ماه سه ماه کردیم احتمالاً با همه زندگیمون داریم میکنیم. این یه نشونه کوچولویی از این که چقدر ما به خاطر نگرانی هامون، به خاطر اینکه
انتهای یه چیزی رو نمیدونیم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. تا حسابی همه چی برامون باز نشه، روشن نشه، ازش نمیتونیم لذت ببریم. نگرانی های ما اگه زیاد شده از این موضوع استفاده کنیم، به خودمون نگاه کنیم، ببینیم چرا اینقدر من نگرانم، چرا یه چیزی که همیشه خواستم اتفاق افتاده، چرا لذت نبردم ازش، چرا استفاده نکردم. دقیقا خانم سروش، شما داشتین یادم چند برنامه پیش راجع به خونه تکونی ذهنی داشتین صحبت میکردین و الان چقدر وقت خوبیه برای اینکه فرصت داریم برای این خونه تکونی های ذهنی که نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقایی داره در وجود ما میفته. و یه نیتیه، ببینی یه نیتیه که من کارهای دیستراکتیو، چیزی که منو داغون میکنه رو ببرم جلو، یا اینی که یک جای نیت رو به خودم بدم که میخوام ببرم خودم رو به طرف سالم بودن. و یک تصمیمه، یک تصمیم یک لحظه‌ایه که هر کدوم ماها اول با این تصمیم شروع میکنیم، بعده که حالا شروع میکنیم به رفتارهایی رو که ما رو یا میبره به طرف خرابکاری یا میبره به طرف اینه که سالم بکنه ماها رو. اون لحظه‌ای که تصمیم رو میگیریم خیلی فضای مهمیه و خیلی ها ممکنه که این تصمیم رو نتونن بگیرن تا زندگیشون داغون بشه، ولی خب قاعدتاً حرف ماها روانشناسا اینه که احتیاجی نیست که زندگی ها داغون بشه تا آدم اون تصمیم رو بگیره. میشه که وقتی که میبینی که زندگی داره میره به طرف داغونی هم این تصمیم رو بگیری. میدونی مثلا اینه که مثلا من میبینم اگر اینجوری رانندگی بکنم میرسم و تصادف میکنم، احتیاجی نیست صبر کنم اینجوری رانندگی کنم تا به تصادف برسم بعد بگم حالا بهتر اینجوری دیگه رانندگی نکنم. اینی که میبینم هی دارم ویراژ میدم و قرار به این اتفاق بیفته، دوبارم تصادف کردم دارم آیزنتم میگیرن، ممکنه وقت خوبی باشه که یه نوع رانندگی دیگه رو یاد بگیرم، تصمیمی بگیرم برای یک روش دیگه رو پیدا کردن. و الان شاید موقعیت خوبی باشه برای نگاه کردن و بعد تصویرها رو تغییر دادن. درسته. در مورد دیده شدن اول برنامه من صحبت کردم، چون در کنار شما دو تا عزیز در برنامه‌های مختلف بودیم و به خصوص در مورد اعتیاد صحبت‌های زیادی رو ازتون شنیدیم و یاد گرفتیم. من فکر می‌کنم مسئله‌ای که الان به وجود اومده یه مسئله یا درد مشترکه که آدما رو بیشتر هم یه جورایی به هم نزدیک کرده. زمانی که آقای دکتر ایرج شمسیان یا شما عزیز من در مورد اعتیاد صحبت میکردیم، انگار یه عده ایزوله شده جدا بودن از جامعه که یه دردایی داشتن که هیچ کس حسشون نمیکرد. ولی الان میبینیم که مثلا هنرمندا، سلبریتی ها، کسایی که همشون فکر میکنن تو زندانن، میان جلوی دوربین از طریق زوم یا طریقای دیگه بیشتر خودشونو ارائه میدن تا اون ویترینی که قبلا داشتن و میمدن رو استیج دوست داشتن اون شکلی دیده بشن. یعنی یه جورایی از نظر عاطفی فکر نمی کنیم تغییر خوبی به وجود اومده؟ آشنا شدن به زور ماها رو با خودمون آشنا کرده، به زور ناچاریم که ببینیم و بشناسیم. و یه جاهایی لازم نیست که اگه خودمون رو میشناسیم واقعا بعدمون بیاد از خودمون، یه جاهای خوبی هم هست اگه توجهمون رو بدیم به جاهای خوب و نکته های خوب، حتما درش پیدا میکنیم. و بعد اگر توی این مدت به خودمون برسیم و کار مثبت بکنیم، بیشتر جنبه های خوبمون رو میبینیم و خودمون رو میپذیریم و قبول میکنیم. برای اینکه آخرش هم همونی که هستیم، نه اون چیزی که میخوایم از خودمون ارائه بدیم. و ما هر وقت تنها میشیم، هر وقت مشکلی پیش میاد، هر وقت فشاری هست، ماییم و اونی که خودمون هستیم، اون تصویری که از خودمون بیرون میدیم فوری کنار میره، دور انداخته میشه. بعضی از ما متاسفانه انقدر عادت کردیم اون تصویر رو بسازیم و اونو نشون بدیم از خودمون، وقتی نیست اصلا موندیم که باید چیکار بکنیم، وقت زیاد میاریم. این صحبتی رو که شما فرمودین دکتر شمسیان، اصل کاری که ما نیاز داریم انجام بدیم تا آرامش فکری به وجود بیاریم، اون پذیرفتن خودمونه و اینی که چجوری برسیم به جایی که بپذیریم و همونی که هستیم رو بپذیریم و دوست داشته باشیم. یعنی تمام زحمت‌هایی که شاید ما روانشناسا داریم انجام میدیم، آخرش این نیست که اون شخص تغییر پیدا کنه. در حقیقت برای اینه که با خودش اون جایی که هست
کامل بشه، خودش رو دوست داشته باشه، چون هر چیزی از اونجا شروع میشه. یعنی اینی که من اونجایی که هستم رو دوست داشته باشم مطلق نیست که پس همینجا زندگی میمونه، ولی زمانی که خودم رو دوست دارم اگر همینجا بمونم کیف خودم رو میکنم و راحتم، اگرم تصمیم بگیرم که از این جایگاه تغییر پیدا کنم، همه مراحلی رو که دارم میرم باز با کیف دارم میرم، تا اینی که هی دارم تو سر خودم میزنم و یه جوری دارم خودم رو به خودم ایراد میگیرم. مثلا با یک خانواده صحبت میکردم، بعد اینا موف کرده بودن از مثلا از یک جایی به یک جای دیگه، همه این کار رو کرده بود، زحمت رو کشیده بود، تا این خانم آخرین جعبه رو باز کرده بود گذاشته بود، باز شروع کرد از خودش ایراد گرفتن که من چرا توی این مدت این کار نکردم. گفتم نمیذاری یه لحظه عرقت خوش بشه قبل از اینکه این باتوم رو بگیری دوباره بزنی تو سر خودت؟ خیلی موقع این کاریه که ما داریم با خودمون میکنیم که بعد تشویش و استراب میاد، افسردگی ها میاد، بعد میخوایم بریم حالا میگم مشروب و چیزهای دیگه پیدا کنیم تو این خفش کنه، در حالی که راه اصلیش باز برمیگرده به اینی که چجوری خودمون رو بپذیریم در حقیقت توی موقعیت. دقیقا من اون چیزی که واقعا تجربه کردم، حالا هر چقدر بدی و سختی داشته این دوران پندمیک و این جریانی که اومده، به بچه هایی که توی مراکز درمانی بودن و رو خودشون کار میکنن خیلی درس های گنده ای داد. درس هایی که میدونستن بچه ها که اگه یه نفر آلوده بشه همه یه بچه های خونه آلوده میشن، از اینکه دیگه درباره خودشون نیست، درباره همه است، از اینکه برای که بچه ها خیلی جدا میشن از اجتماع دور خودشون و خیلی سلف سنترد میشن، فقط به خودشون نگاه میکنن، خودشون رو در نظر میگیرن. بچه ها خیلی زود این مسئله رو قبول کردن که ما اگه خونه تمیز بمونه ما سالمیم، همه با هم اگه تمیز بمونیم، وظیفه من نیست که حتی خودم رو فقط مواظبت کنم، من باید مواظب باشم، خدمت بکنم به اون جایی که درش هستم، و اینکه من در نهایت یه عضو کوچکی از یه جامعه بزرگی هستم که باید وظیفه خودم رو انجام بدم. باور کن یکی از بزرگترین مشکلات بچه های معتاد که این قسمت، این جاشون رو نمیدونن، و وقتی اون جاشون رو پیدا بکنن و وظیفهشون رو به اون جامعه که توش هستن، خیلی از مسائل حل میشه. و اصلا من میبینم، خب 25 سال کار من در کار کردن در مراکز درمانیه، این داستان یه تحولی ایجاد کرد در این بچه ها. و اینکه خب من نمیخواستنم برن، قبول کرده بودم باز اینجا سرشون بیشتر گرمه، باز یه 10-15 نفر آدم هم با هم اگه بخوام برن خونه تنها میمونن، موندن، ولی خب درسهای خیلی خیلی بزرگی گرفتن، رابطهشون با اجتماعی که درونشه و حفاظت و امنیت اون اجتماع چطور همه مسئولن، خیلی درسهای بزرگی به این بچه ها داد، خیلی براشون خوشحالن. درسته. تو جامعه اصولا یه الگوهایی بود، یه ایده‌هایی بودش که ماها هممون فکر میکردیم اگه اون مسیر رو بریم با سرعت و موفق بشیم میتونیم آدم خوشحال تری باشیم. قالبایی بودش که شاید خیلی از ماها توش نمیگنجیدیم و اون مسیری نبود که ما رو به هدف برسونه، برای همین اذیت میشدیم. ولی الان من فکر میکنم یه جورایی بیشتر آدم ها همدیگر رو درک میکنن و تغییرات باعث خوشحالی شده. وقتی با همیم، وقتی به همدیگه کمک میکنیم، وقتی با هم قدم برمیداریم سروایو میکنیم و با هم موفق میشیم. اگه با هم نباشیم داغون میشیم، یکی یکی داغون میشیم. و این کلن این بیماری این مسئله رو به همه ماها فکر کنم یاد داد که مسئول یکدیگر هستیم، نه فقط مسئول خودمون. تو هر جایی، البته مخصوصا برای گروهی که معتاد هستن که قسمتی از شخصیت اونها میره در جایگاهی که فقط محور خودشون رو میبینن و اصلا مسئولیت اینه که حتی تأثیر اعتیادشون رو خانوادهشون، دوستانشون و جامعه چجوری هست رو نمیبینن اون لحظه، خیلی خیلی درس بزرگیه. ولی ورای اون هم من فکر میکنم همه ماها تا حدی انقدر تو محور خودمون گیر میفتیم که حضور نداریم به جوری که با هر حرفی، با هر عملی یک تأثیری داریم رو اطرافیانمون میذاریم. یعنی ویروس باید میومد تا اینجوری جلوی چشم ماها
مشخص بکنه که چقدر به همدیگه وصل هستیم و حواسمون نیست. نه اینی که وصل نیستیم، هستیم و حواسمون نیست. و اگر حواسمون بهش بیاد، اون وقت ممکنه که طوری دیگه ای به حسرت عمل کنیم و زمانمون هم داره به اتمام میرسونه. آخر برنامه من از شما دوتا عزیز میخوام که چند تا کلیدم به ما بدین که الان تو خونه تو قرنطینه هستیم چیکار کنیم که حالمون بهتر بشه. یه سری کارهای تازه، کارهایی که همیشه دلمون میخواسته بکنیم. میخواستیم زبون یاد بگیریم، میخواستیم آشپزی کنیم، میخواستیم یه ساز یاد بگیریم، هر چیزی که هست. من در زندگیم آشپزی نه، من یه نیمرو درست نکرده بودم، ولی به خاطر یوتیوب و یه مقدار حالا مسائل غذایی و شکمو بودن خودم، من واقعا یه روز در میون دارم غذا درست میکنم و یه چیزی به من اضافه شد، یاد گرفتم برای اینکه بیام و برم. و من الان از بیرون که میام خونه، هرگز پامو تو آشپزخونه نمیذاشتم. الان یک راست میرم آشپزخونه، یکی دو ساعت مواد غذایی که آوردم میشورم، تمیز میکنم، میذارم سر جاش و بعدش برمیگردم و یه کاری میکنم. و اینقدر این به من لذت و آرامش داده، فکر کردم یه چیزی اینجا گیر من اومد. من همه ماها یه کارهایی هست که دوست داریم بکنیم، به جای اینکه بشینیم بگیم تقصیر کی بود، از کجا اومد این تئوری های توطئه و داستان سرمونو به این چیزا گرم بکنیم، به جای اینکه بشینیم و قصه بخوریم، مضطرب باشیم، این یه واقعیته، بپذیریمش و بریم تو راه. بعدش بعد از دو ماه سه ماه دیگه نگاه میکنیم ببینیم که من همش تو دون میخواستم مچ بگیرم، دنبال قاتل میگشتم، میخواستم اون تقصیری که و چقدر وقتم رو تلف کردم برای یه چیزایی که به دردم نمیخورد اصلا. هر جور که ما این دو سه ماه رفتار کردیم، یه نمونه ای از اون کاری که داریم با زندگیمون میکنیم واقعا. اینو درس بگیریم. برای ادامه حرف دکتر شمسیان، من فکر میکنم خلاقیت خودمون رو اگر اجازه بدیم که تو این دوران شکوفا بشه، چون برای خلاقیت شکوفا شدن زمان اینی که به خودمون این وقت رو بدیم رو احتیاج داریم. چون وقتی بدو بدو داریم یه سری کارا رو میکنیم، مثلا فرصتی نیست که این خلاقیت ها به وجود بیاد. الان وقتشه که نگاه بکنیم که چه چیزهایی بوده که خیلی وقتا ممکنه میخواستیم انجام بدیم، اصلا روحمون خبر نداشته که میخواستیم انجام بدیم، یا میدونستیم اصلا هنرش رو داریم. و اگر یک مقدار با خودمون کنار بیایم، شاید اجازه بدیم که این قسمت از وجودمون خلاقیت خودش رو در حقیقت نشون بده. و مطمئنم که گروه بسیار زیادی هستن اطراف ما که میان و ملحق میشن به اون. با یک مراجعه داشتم صحبت میکردم، این دختر 24 ساله است که دانشگاهشو تموم کرده، داشت میرفتش کار رو، میگفت همیشه من دوست داشتم تو فشن باشم، مادر پدرم اجازه نمیدادن من این کار رو بکنم. تو این مدت همینجور بهش گفتم خب حالا تو همین الان چی کار میتونی بکنی که تو اون راستا باشه؟ بعد یه دفعه شروع کرده بود واسه خودش دیزاین دادن، توی اینستاگرامش هم نوشته بود برای دوستاش که من میخوام این دیزاین رو بدم شما میخرین. 50 تا اوردر گرفته بود، ماشین چرخ خیاطی خریده بود و گذاشته بود و شروع کرده بود اوردرها اینا رو فیل کردن. و اصلا کاملا یه چیزی رو که گهگو مثلا تو های اسکول داشت راجبش فکر میکرد، یک دفعه نقش پیدا کرد و دنیای خارج از اونم اومد بهش نشون داد که آره نه تنها مام پشتتیم، این کاره که بکنی هیچی مام پشتتیم، مثلا یه ذوق دیگه ای برای خودش پیدا کرده. دقیقا. آقای دکتر از آشپزی صحبت کردن، من یاد گرفتم براکلی رو وقتی میپزم بندازمش، وقتی که گرمه سری بندازمش تو آب گرم، از آب گرم در بیارم بندازم تو آب سرد و سبز میمونه، دیگه رنگش تیره نمیشه. من هنوز به اون جاها نرسیدم. اگه براکلی گرفتی یاد من باشین حتما. من یه تابلوهایی رو از شما گرفتم که به هم دادین، حالا دارم روش کار میکنم، کار دستی درست کنم، شاید بیارم تو همین برنامه بعدا نشون بدم، شاید بتونم بفروشمش. مرسی از حضور و وجودتون و وقتتون که صادقانه همراه ما هستین تا برنامه دیگه.